وما سمعت يوفا يفجيه قوم ليت أو بديك مجازي حالات ما بعكس سرت معلوم بس جازي حالات دسي وشي عقطع لبان دي مقاومتنا وشي عقطع كيف تقولان برابر أو متاسف أنا أنت ورا بروح فرسين ورا بروح نجيبران مني كتير مني يوم بس كوي ما وش هذا ورا بروح بكرين ولكن سرق خراب وشامو تسرق كم جو بيكون مرد خداي بخاطر عمليات قيمتي ما تمام وي سرقونا جور دي شش بايان زي باي جازي بدي مصاريف وناس دادريك Afatawashi Asaki Lanana Yavika Lukatuaka Makia in the Ari and Bakio Kinik Sadewa. Aka Kinik the Nanklazipuri Let the Ami will you call of Tari Zaratrafa, the Tamimo, the Biajuraweni, Ubaki Kumkars, at the Ariadana Dana Mutu. I would not believe that in the Mishki, Yumarano, Mariwale Tuleni, Lafa, the Aka Kinik. جلوه كل ستاس على يوم طرف تزاف ثم اختكونا أو بل طرف تا أم تخش ولي ولينا اليواري دي عامل اختيار وتاكركي شيل ثم اختكونا تاتي شو عفوي رئيس المساعد جامع إمام ميار مطلع إمام بسر تكميل نيستا جنة دوازر ستا رابطة ساعد جامع از أزرق شمال ووطيت الانتناسة بسر شي اطلاع دارم خوب بسیار تشکر از آمدن شما ما صرف یک چیز رو داری میکنیم به اینجا چیزی که از دست شما از وست شما میشه میس با ما و او راوله یا در تیده که در سپوری در این کشاف در امنیت بندیم که تاثیر را چوی او دیدی ولایت اغا امنیتی انزو منفی اخی بنا بوم بدله که آمدن شما نصرف ما انتظار ای داشتیم که در ساحه انکشاف ما یک گام مثبت هستند بلکه امنیت پر در دولت سایبان و تک و رتک او دیدون مرمانو است در هر وزارت نرک دردی در امنیت پر در منفی تصور و منفی انزو است دی ملایت که موجود در که دیگه که بدلون که دیره لموک سر همکاری کرایسی دیره زیاد مننه جناب والی سیف والی سیف بزرگوار رواسای محترم ولایت لوگر وکلای محترم ولایت لوگر در ولسی جرگه خواهران عزیز برادران عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در خدم اول می خواهیم که تمنیات نیک سلام ها و پیام های گرم جلالت ما به جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به شما وسیله شود محترم جناب ولی صاحب تقرر شما را به مقام ولایت لوگر تبریک میگم و امیدوار هستم که ولایت لوگر شاهد پیشرفت ها و انکشافات خوب تحت قیادت و رهبری شما باشند برادران و خواهران عزیز اما قدر که امنیت مهم است در یک کشور ما شما امروز درباره امنیت صحبت کردیم و اما قدر خدمات اجتماعی به شمول صحت و معارف ارزش دارند. ما در بسیاری جایا میریم از خاطر که امنیت در اونجا تأمین است یا امنیت نسبی یا امنیت تام ولی بالمقابل اگر در جاهایی که امنیت هم نیست و در اونجا خدمات صحی به مردم را همیشه خود نشان میده که حکومت جوابده است حکومت پاسخگو است حکومت در اونجا به کمک مردم میرسد و این به نوبه خود در تأمین امنیت و تحکیم امنیت در محل کمک میکنند. بنابراین خدمات صحی و وزارت صحت عامه از نظر اهمیت وظیفه‌ای خود و از نظر نقش خود در جامعه مثل سکتور امنیتی حائز اهمیت و نقش بسیار مهم است که در تأمین امنیت نقش بسیار مهم بازی کرده میتونند. میریم سر موضوعاتی که مشخص در اینجا مطرح شد. اول تخریب کلینیک عزرا که طی یک حمله نوجوانمردانه انتحاری سال گذشته تخریب شد. یک سال و سه ماه یا یک سال و چهار ماه از حادثه تیر میشه و هنوزم حکومت نتونسته که کلینیک بازسازی کنه و به بهره برداری بسپاره. این بر ما قابل نگرانی است. و سعیست که روند کاری موقت گیر است مثل که رئیسه به ساعت آمه گفت که پروپوزل نشته شده و دیگه کارا شده ولی ما باید یک کار کنیم جناب ولی صاحب ما که رفتیم کابل این موضوع را
جدی تعقیب میکنیم و میبینیم که هزینه مالی ازی چقدر میشه، ما چقدر از بودجه خود کمک کرده میتونیم، برای که ما باید نشان بدیم در اینجا که وقتی که خرابکاران یک جای را تخریب میکنن، حکومت قادر است که پس بازسازی کنه. یه خودش در اما اعتماد سازی بین حکومت و مردم کمک میکنه. بنابراین ما برتان وعده میکنیم که در این قسمت توجه جدی میکنیم و یا از منابع خود حکومت افغانستان، یعنی از پول حکومت افغانستان و یا از پول منابع بیرون از حکومت افغانستانی باید هر چه زودتر بازسازی شود و به استفاده سپرده شود. در مورد از این که موادی که بر اینجا فرستاده شده بود و بر کمک که مواد زیاد بود و گفتیم که 3 ترک مواد بود یا 3 لاری مواد بود و این مواد به مستحقین نرسید در ولسوالی ازرق، این باز هم جای تشویش است و این وکیل صدق روز در پارلمان هم بر ما گفتن، حداقل 2 بار گفتن این موضوع را. برداشتم از این صحبت هایی که اینجا شد است که اسناد به سارنولی رفتن. رئیس شورای ولایتی همطور گفتن که اسناد بر طی مراحل عدلی و قضایی به سارنولی رفته که در اینجا معلوم شود که ملامت کیست، متهمین برملا شوند و کسانی که حتی از کمک های انسان دوستانی که بر مردم افغانستان میشه استفاده سو میکنن باید اینا با پنجه بزنون سپرده شوند. ما میخوایم که یک کپی از این رئیس سرتامه بر ما بتن، یک کپی از این اسنادی که به سارنولی رفته برای تعقیب عدلی و قضایی. ما هم وقتی که کابل رفتیم، ما به امضای خود یک مکتوب به اداره دو سارنولی افغانستان روان میکنم که موضوع را تعقیب کنیم. ما از یک طرف در مرکز میگیم، در کابینه مطرح شد، چند بار مطرح شد، جناب ولی صاحب بخیر در یکی از کابینه شما هم تشریف داشتین، امره یک تعداد ولی صاحب آمده بودین که ما تفویض صلاحیت کنیم به ولایات. همیشه اداره محترم ارگانهای محلی و مقام ولی صاحب بر ما میگن که شما تفویض صلاحیت کنیم به ولایات ها، شما تمام تصامیم تمام اجراعات متمرکز به کابل نکنیم، یک تعداد صلاحیت ها را بتیم به ولایات ها، صلاحیت های مدیریتی را، صلاحیت های اداری را بتیم برای ولایت که ولایت خودش کاری بود که ما پارسال داریم. اگر مرکز ولایت کابل خودش خیلی مایکرو منیجمنت کنه و ببینه که کمک ها چیگونه شد، او هم شد در سطح ولایت خیلی خوشایند نباشه برشان. بنابراین ما باید نشان بدیم، ما درباره گفای بسیار بزرگی ملی صحبت میشه، درباره پروسه انتقال صحبت میشه، درباره از اینکه انتقال مسئولیت های امنیتی شود، درباره از اینکه مثلا که نفوس در اینجا کم است، تنها این مشکل لوگر نیست، این مشکل تمام افغانستان است. 34 ولایت افغانستان عین ادعا را میکنند که نفوس حتی در ولایت کابل، نفوسی که سرش پلان میشه، برنامه ریزی میشه، با آنچه که در واقع در عمل موجود داره فرق میکنند. علت از ایست که در افغانستان سرشماری نشده، نفوس شماری در افغانستان نشده. آخرین نفوس شماری که در افغانستان شده بود در سال 1978 و 1979 بود، تقریبا 32 سال قبل بود و اون نفوس شماری بری برسه افغانستان تحت پوشش قرار داد و بعد از اون همه ساله یک رشد نفوس سالانه سر از این ارقام نفوس علاوه میشه و ما یک نفوس داریم که از او در مسائل برنامه ریزی، در تخصیص بودجه، در انتخابات و در دیگر موارد استفاده میشه. بنابراین این نفوس را که در اینجا ارائه کردن که گفتن در حدود 360,000 یا 370,000 نفر در ولایت لوگر قلم داد شدن و این نفوس نفوس حقیقی نیست، این نفوس ما انتخاب نکردیم، یعنی نفوس نبوده که وزارت ساعت آمد این را تعیین کرده باشه یا وزارت محترم زراعت این را تعیین کرده باشه. مطمئن استم که شما از این نفوس استفاده میکنید، این نفوس است که اداره محترم احصایی مرکزی افغانستان تعیین کرده و این برای راه حل از این است که نفوس شماری در افغانستان شود. ما بفهمیم که در هر ولسوالی خود و در هر ولایت خود چقدر نفوس داریم، چقدر منابع تخصیص بدیم، چقدر کلینیک کار دارن، چقدر مکتب کار دارن، چقدر مواد غذایی و سایر خدمات کار دارن. بنابراین در این قسمت مطمئنن پارلمان هم یک نقش اساسی بازی کرده میتونه که نفوس شماری شود. در غیر از او اگر ما بگیم که نفوس ولایت الف بطر مثال 2 چند شود، واقعیتش 2 چند است یا 3 چند شود یا 4 چند شود، این گپ ما را
خیلی شاید با کرسی نشینه مگر اینکه نفوذ شماری کنیم و خاطر که این مشکل در تمام کشور هست. در مورد شفاخانه نایب امین الله خان که مورد تحت ساختمان است، در این بازدید خود ما همین شفاخانه را هم خود دیدیم. فعلا پیش از پیش چیز گفته نمیتونم، ولی اما خبرتان میگیم که ما خودم چندین بار با سفیر پاکستان در افغانستان ملاقات داشتیم و در مورد از این موضوع خیلی تاکید کردیم که شفاخانه بر ما مهم است. ایران میکردیم بر سال 2013 دوست بودم جایی چیز که مردشان سپاس کنیم. ما 47 مراکز فعال در ولایت لوگر داریم که هم از شفاخانه ولایتی، شفاخانه ولسوالی، مراکز جامعه بزن.